آقای فریور سلام بر شما خوش آمدین در اول اگر یک تصویر کلی از وضعیت امنیتی در ولایت بغلان را با ما ارائه بکنین با کدام نقاط بیشتر ناامن هستند و این ناامنی ها را بیشتر کیها به وجود آورده طالبا یا گروه های سلام بر شما بیشتر ساحات دند غوری، دند شابودین، هومه بغلان مرکزی تاله و برفک و یک و دو تا ولسوالی دیگه کماکان تعدید میشه از طرف ها و مخالفین دولت و بیشتر خب معلوم است دیگه که مقابل دولت در ولایت بغلان بله. طالب ها است و علرغم رغم وعده دولت به خاطر تصفیه بغلان به ویژه دند غوری از وجود طالبا امروز نگرانی در ولایت بغلان در شهر پلوخمری بر شهروندا بیشتر شده به دلیل از اینکه در حدود دو هفته میشه بیشتر از دو هفته میشه که عملیات وجود داره ولی تغییراتی که مایه امیدواری باشه و در سنگرا در سنگرا تغییرات قابل ملاحظه به وجود آمده باشه دیده نمیشه آقای فریور مسئله انهدام پایه های برق در بغلان به یک معما مبدل شده دو هفته میشه که مردم کابل با مشکل برق مواجه هستند و از جانب هم طالبا ای گزارش که گویا اونها ای پایه ها را منهدم ساخته رد کردند شما با مردم محل در ارتباط هستین چی میگن مردم محل ای پایه ها چگونه منهدم شده و چرا ها فعلا نیروها رسیدگی نمیتونه ببینن یک دولت ضعیف همیشه دنبال توجیه پذیری میگرده تا راه پیدا بکنه پای خود از یک کاری که بر مردم میتونه نفش برسه و در از طرف دیگه بر دولت پر هزینه است پا بیرون بکشه و به یک جایگاه امن به اصطلاح که میتونه حداقل برای یک مدت خودش نگاه بکنه پناه میبره منظور توضیح توضیحی بود که دولت در این رویاروی روی خودش ضعیف و ناتوان یافت و از طرف دیگر طرف مقابل که میدانه دولت دولت ضعیفی است منهدم شدن چند پای برق حالا سبب شده که دولت حداقل اگر از طریق نیروهای امنیتیش نه از طریق آدرس های دیگه مثل شورای صلح میخواهد داخل داخل مذاکره شوه و یک بار دیگه یک آتش بس موقتی دیگه باید. صورت بگیره آقای فریور تفاهم نامه در چند ماه مستحکم شده بود بله. بله شما گفتین که از ضعف دولت یاد کردین مشنو. و ضعف دولت در مقابل نیروهای طالبان در منطقه به نظر شما نیروهای طالبان در دند غوری و یا دند شابودین چرا به این اندازه قوت گرفتن که دولت در مقابلشان آجز شده؟ تعدادشان زیاد است و یا ای که رسیدگی به اونا درست صورت نمیگیره تقابل صورت نمیگیره درست با آنها و یا کدام مشکل دیگه در میان است؟ ببینید در یک کشور مثل افغانستان که از دیرگاه جنگ وجود داره جنگ یک چیز طبیعی است و جنگ طالبا در چند سال اخیر به ویژه به خاطر خراب شدن امنیت در ساعات مختلف قابل توضیح نیست طرف مقابل تعریف شده است اونا این نظام نمیخواین و علیه این نظام میخواین اقدام بکنن ما حرف ما در مورد طالب ها نیست حرف ما در مورد ای است که از متن این مسئله کرده در هواشی عرفای وجود داره که مردم نگران می سازه دولتی که مردم تاییدش کرده امروز آنقدر ناتوان است که نمیتونه امنیت بر مردم بیاره بر مردم دو سوال است که آیا دولت ناتوان است یا دولت تفره میره یا براستی دولت با اراده واقعی نداره برای آرامی افغانستان برای آر... بر تصفیه دند غوری و از طرف دیگه در ای هاشیه بر مردم افغانستان به ویژه بر مردم ولایت بغلان این اهمیت داره که امریکا با او توانایی هایش که 14 سال قبل طالب ها را در ظرف چند روز از تمام نقاط افغانستان با تمام تجهیزاتی که داشتن نابود کردن و کلشان باید به یک گودال فرستاد و حالا او تلسم امریکا با پایان رسیده آیا امریکا دیگر او توانایی را نداره بنابراین تمام این موارد سوالی است سوالاتی است که ذهن مردم افغانستان گرفته به ویژه مردم ولایت بغلان نگران این مسئله است که آیا افغانستان دیگه توسط جامعه جهانی حمایت نمیشه و یا حکومت مرکزی آنقدر ناتوان است که امپراتوری ما را قناعت بتن که تا افغانستان هنوزم به کمک نیاز داره ممنون شما